ژاپن از کمک 21 میلیون دلاری برای حمایت از پروژه های نجات مادران و کودکان و تأسیسات مکتب ها در افغانستان خبر داده است. این کمک ها علاوه بر واکسیناسیون مادران و کودکان، برای ساخت تأسیسات مکتب ها و خصوص تهیه آب برای 10,000 دانش آموز هزینه خواهد شد. دولت ژاپن از کمک نقدی 21 میلیون دلاری برای واکسن های نجات جان مادران و کودکان، سیستم آب و تأسیسات در مکتب ها برای دانش آموزان خبر می دهد و ما در این بخش از همکاری جدی اداره یونیسف سپاس گذاریم. همزمان صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در توییت جداگانه از کمک های ژاپن استقبال کرد و افزود که از 21 میلیون دلار اعلام شده از سوی ژاپن، 18 میلیون آن صرف تهیه واکسن های سرخکان، روتاویروس، دیفتری، واکسن فلج اطفال و هپاتایت بی برای مادران و کودکان تجویز می شود و بخش دیگری از این کمک ها در توسعه آموزش اختصاص داده خواهد شد. با توجه به وضعیت بد انسانی در افغانستان، ژاپن 21 میلیون دلار کمک به این کشور را اعلام کرده است که در این بخش سرمایه گذاری می شود که 18 میلیون دلار از این کمک ها برای واکسیناسیون های ضروری مادران و کودکان و 3.6 میلیون دلار آن در ساخت تشنابها و سهولت در سیستم آب در 20 مکتب دولتی برای 10,000 دانش آموز هزینه خواهد. پوسنی وضعیت که در افغانستان لپاره سخت ده، در اسلامی امارات لپاره سخت ده چی و کولی شي چې د معارف بودیجه یا مصارف په خپل په صحیح او منظم شکل باندې تامین کړي، نو زه فکر کوم چې دې ته ضرورت دی چې د هغه هیوادونه چې کومک کوي د هغوی مرستې او د هغوی فنډونه په منظم ډول تنظیم شي. ژاپن در حال این بسته جدید کمکی را اعلان می کند که رهبری امارات اسلامی با استقبال از کمک های جهان خواستار حمایت از برنامه های زیربنایی و تکمیل پروژه های نیمه‌کاره سوی این کشورها و نهادهای جهانی شده است.